مناسبت 8 مارس در میدان ملتمن جمع شدیم از طرف انقلاب زنانه، کمیته زندانیان سیاسی، فدراسیون پناهندگان، زنان علیه طالبان و حزب کمونیست کارگری. در هوای خیلی سرد تورنتو در تدارک 8 مارس به استقبال 8 مارس میشه. چه شباب دولتی باشی چه از بند فرهادی، چه بازیکن حکومتی و چفی الیسی، چه بازیگر صادراتی و الهی نیسی، شما خود فروش بود نرزه یه مقام فیکسی، حیف سالو چیره خدا شما از خلای بیسی، لاشی کارون با آب مدنی که مرده میشه، خوزستان شتون نمیخواد صاحب کلده میزه، آزادی گرونه باشه آزاده کشته میده، یادتون باشه خون فقط با خون شسته میشه. تیر بزن از پشت سر با کشت شهارا، به قتل حق راه نامسلح افتخار کن، بیرون مزرک جنایت بزن من کل آب رو، بگیر از من ناشته ی فردا و تقاس رو. جورانیست بازداری، مخبر دوزداری، هنرمند درداری، سباش و خرد. خدمت عزیزان حاضر، من خدا کریمی صدر امروز رو در واقع گرامی باد اعلام میکنم 8 مارس رو، و من از تبریک برهیز میکنم امسال به دلیل اتفاقاتی که در جهان افتاده، و قطعا همه ما میدونیم که اگر این پیروزی رو زنان کسب میکردن برای برابری و مبارزه بر علیه خشونت، امروز ما دچار این اتفاقات در جهان نمی شدیم. پولیه که مردها می گیرند و این واقعا تبعیض جنسیتیه. به امید روزی که تبعیض جنسیتی تموم شده باشه در سخت و سر دنیا، گرامی باد 8 مارس. خیلی متشکرم. مرسی صدف عزیز. در این قسمت از برنامه من اجازه میخوام که اطلاعیه انقلاب زنانه رو قرائت کنم. اطلاعیه انقلاب زنانه، زنده باد 8 مارس، روز جهانی زن. به یاد مونا حیدری و همه کودکان و زنانی که قربانی ناموس و ناموس پرستی شدند و عزم خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن حاکمیت اسلام جزم کرده اند، تا جایی که هیچ نیروی قادر به مقابله با به وقوع پیوستن انقلاب آتی ایران که قطعا انقلاب زنانه است نیست. گرامی باد 8 مارس، روز جهانی زن. زنده باد انقلاب زنانه. ما در حال حاضر می‌بینیم در طی 42 سال گذشته زنان زیادی بودند که به میدان اومدن، مبارزه کردن برای حقوقشون، برای برابری، برای علیه حجاب، علیه حجاب اجباری، علیه تبعیض جنسیتی. الان پشت دیوارهای زندان به سر می‌بره. نمونه‌هاشون که اصلا ما عکس‌ها رو می‌بینیم، از گلرخ ایرایی، از راحله احمدی، از سپیده قلیان و هزاران زینب جلالی. اگه بخوام اسم ببرم بی نهایت باید اسم ببرم از زنان مبارزین که در طی 42 سال گذشته، 43 سال گذشته به میدون اومدن و کوتاه نیومدن. As we can see every day in the news and social media that women are being killed and burned by their husbands, fathers and brothers in the Middle East, especially in the Iraq and Kurdistan region. حکومت ضد زن نابود باید گردد. حکومت ضد زن نابود باید گردد. حکومت زن ستیز نابود باید گردد. حکومت زن ستیز نابود باید گردد. جمهوری اسلامی سرنگون، سرنگون. جمهوری اسلامی سرنگون.
خوش حال و شد و خندیدی خود که توی زندونی راه ما بسته پای ما خسته